تصور کن یه جاده 157 کیلومتری ساخته بشه بدون حتی یه کارگر، نه کلنگ، نه راننده، فقط ربات ها، ماشین بدون راننده با کلی سنسور و رادار و مهندسینی که از اتاق کنترل اجرای کار رو تماشا میکنن. چین به تازگی این پروژه رو عملی کرده و دنیای ساخت و ساز رو برای همیشه تغییر داده. امروز هم به پشت پرده این شاهکار تکنولوژی بریم و ببینیم ماشین ها چطور با دقت یه چاقوی جراحی بزرگ راه رو ساختن. اول از همه ببینیم چه اتفاقی جرقه این شاهکار مهندسی رو روشن کرد. این بزرگ راه که پکن رو به هنگ کنگ و ماکائو وصل میکنه یه شاهراه اقتصادی حیاتی تو چینه. سال 2015 این مسیر تو جشنهای روز ملی به یه فاجعه ترافیکی تبدیل شد. بیشتر از 750 میلیون نفر در طول تعطیلات از این جاده تردد کردن. با اینکه اتوبان 5 لاین داشت ولی توی قسمتی از این مسیر به 2 تا لاین تبدیل میشد و همین باعث شد یه ترافیک وحشتناک ایجاد بشه و مسافران مدت رو تو ترافیک موندن. بعد این ماجرا دولت چین تصمیم گرفت راهکار اساسی پیدا کنه. گفت راهکار سنتی دیگه جواب نمیده چون هم زمان بر بود هم دقت لازم رو نداشت. زیر ساخت ها باید هوشمندتر، سریعتر و ایمنتر ساخته بشه و این جرقه شد که نتیجه شد در ادامه ویدیو میبینیم. برای این شاهکار مهندسی چین ماشینی بدون راننده و هوشمندش رو مثل یک ارتش آهنی به صف کرد. این ارتش آهنی شامل یه ماشین آسفالت ریز قول پیکر به اسم SP-231 و تعدادی هم قلتک‌های 13 و 30 تنیه. نحوه آرایش این ماشین به صورت 1-3-3 بود. اینجوری SP-231 مثل یه نهنگ مکانیکی تو جلو حرکت میکرد، با حرارت دادن آسفالت رو ذوب میکنه و به صورت نواری به عرض 19 متر پخش میکنه. پشت اون 6 تا قلتک 2 درام 13 تنی آسفالت رو حسابی فشار میدن و پرس میکنن. بعدش 3 تا قلتک چرخ لاستیکی بزرگ 30 تنی وارد عمل میشه تا تراکم نهایی به آسفالت بده و خیالشون راحت باشه که هیچ شکافی باقی نمونده. نکته حیرت انگیز این که این ماشینا فقط مسیرهای از پیش برنامه ریزی شده رو دنبال نمی کنن. اونا هر ثانیه هزاران تصمیم می گیرن. فکر میکنی چجوری این همه دقت دارن؟ هر ماشین به سیستم ماهواره بیدو متصله. بیدو سیستم ماهواره چینی که مشابه GPS امریکاست. از اون طرف هم هوش مصنوعی ماشین ها فشار، زاویه تیغه و سرعت رو تنظیم می کنه. وقتی دستگاه یه تغییر جزئی در زمین زیر پاش تشخیص بده به طور خودکار زاویه رو تنظیم میکنه. وقتی قلتک ها احساس کنن که یه بخش نیاز به تراکم بیشتر داره فشار بیشتری وارد میکنن. از این طرف هم مهندس ها تو اتاق کنترل پشت مانیتور ها نشستن و عملیات رو زیر نظر دارن و اگه نیاز باشه مداخله میکنن. درسته میگیم هوش مصنوعی این ماشین الان تصمیم میگیره و کار انجام میده، ولی واقعیت اینه که کار اصلی رو اون شرکت های انجام داده که این ماشین الان رو هوشمند کردن. شرکت XCMG یکی از شرکت هاییه که پشت این همه دقت و شگفتی و تکنولوژی قرار داره. این شرکت نه فقط تو چین بلکه در سطح جهانی جزو 5 تولید کننده برتر ماشین الان سنگین محسوب میشه و تجربه چند دهه‌ای داره. تو سالهای اخیر هم سرمایه گذاری سنگینی روی هوش مصنوعی GPS بومی چین یعنی بیدو و سنسورهای لیزری کرده تا ماشینهای بدون راننده رو راه اندازی کنه. شرکت سانی هم یکی دیگه از شرکت‌های بزرگ چینه که از سال 2019 روی ماشین آلات جاده‌سازی خودکار کار کرده. این شرکت ها توانایی سخت و هماهنگسازی ده‌ها دستگاه مشابه رو برای یه پروژه واحد دارن، جوری که هر ماشین جایگاه و سرعت بقیه رو میدونه و مثل یه ارتش آهنی هماهنگ کار میکنن و اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک میذارن، چیزی که خیلی از شرکت های دیگه فعلا بهش نرسیدن. هر دستگاه به چندین لایه حسگر، دوربین و سیستم های ارتباطی مجهز شده. حسگرهای مادون قرمز تغییرات حرارتی رو تو آسفالت تشخیص میدن. حسگرهای فشار میزان تراکم رو کنترل میکنن.
سیستم GPS موقعیت رو با دقت سانتیمتری ردیابی میکنن. ساخت بزرگ راه به روش سنتی نیازمند ده ها کارگر با شیفت‌های کاری متعدد و نظارت‌های زیاده. این روش جدید هم کیفیت و هم سرعت کارو بالا برده و هم نیروی انسانی کمتری نیاز داره. با توجه به اینکه سن جمعیت هم تو کشورهای توسعه یافته داره بالا میره، به این معنیه که تعداد کارگر برای مشاغل خطرناک کم شده. پس این پروژه از این نظر هم قابل توجهه. حالا بریم سراغ بحث ایمنی کار آسفالت. محل آسفالت داغ و غلطک‌های سنگین همیشه خطرناک و پرحادثه است. تو این پروژه باز هم قرار شاهکار مهندسی ببینیم. هر ماشین نرده‌های الکترونیکی مجهز داره که میتونه دور خودش موانع نامرئی ایجاد کنه. در واقع هر ماشین یه سری رادار و دوربین داره و با نزدیک شدن هر چیزی یا هر کسی به این محدوده هشدار قرمز فعال میشه و تمام عملیات در عرض چند میلی ثانیه متوقف میشه و این شگفت انگیزه. یکی دیگه از نوآوری‌های فوق‌العاده این پروژه تو قسمت لبه جاده است. تو روش‌های سنتی معمولاً این کار مشکلیه یا به سنگ‌های کنار خیابون آسیب می‌رسونه. اما این بار ربات‌ها با استفاده از الگوریتم‌های ردیابی پیشرفته لبه‌های جاده رو میلیمتری صاف می‌کنن. نه شکاف و نه شکستگی باقی می‌مونه. همه چیز بی‌نقصه. نظر شما در مورد این شاهکار مهندسی چیه؟ لطفاً نظرتو تو کامنت‌ها بنویسید. هدف چین فقط ساختن جاده یا آسفالت جاده نیست، درست کردن یه شبکه زیر ساخت هوشمند و خودکاره. چین تصمیم گرفته این روش‌های هوشمندانه رو برای ساخت پل، حفاری تونل و حتی مونتاژ ساختمان‌ها استفاده کنه. پس در حالی که کشورهای دیگه از جمله امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا مشغول تحقیق هستن، چین این پروژه رو عملیاتی کرده. در حالی که شرکت غربی اغلب روی نرم افزار و نوآوری‌های دیجیتال تمرکز کردن، چین داره هوش مصنوعی رو تو زیر ساخت‌های فیزیکی عملاً استفاده می‌کنه و شگفتی‌های خارق‌العاده مهندسی رو به نمایش می‌ذاره. تو دنیا بین تولید کننده‌های اصلی تجهیزات روباتیک از آلمان و ژاپن گرفته تا آمریکا یه جور مسابقه را افتاده. مسابقه برای اینکه چه کسی میتونه زودتر ساخت و ساز روباتیک رو به بازار جهانی وارد بکنه. اما چین یه مزیت قابل توجه داره. چینی‌ها اراده سیاسی بالایی برای پیاده سازی این تکنولوژی‌ها تو مقیاس بزرگ و اجرای پروژه‌های زیرساختی عظیم دارن و همین باعث شده چین به اندازه سال‌های سال از بقیه جلو بیفته. چین در حال ساختن آینده است. منتقدان میگن این روش رو کارگرای ساختمانی سنتی رو بیکار میکنه. ولی حامیان پیشرفت تکنولوژی میگن رشد تکنولوژی مشاغل جدید ایجاد میکنه و آدم‌ها باید بتونن از فرصتاش استفاده کنن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیو بعدی رو از دست ندید.